شیعه رایتس واچ در واکنش به کشتار شیعیان افغانستان بیانیه‌ای صادر کرد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ با شدت گرفتن اقدامات تروریستی سنی‌های تندرو علیه شیعیان کشور افغانستان و عملیات انتحاری اخیر در مسجد شیعیان در شهر هرات، ضمن محکوم کردن این اقدامات تروریستی از مقامات افغانستان خواست تا امنیت شهروندان خود را تأمین کنند. در این بیانیه که نسخه از آن برای خبرگزاری شیعه ویوز ارسال شده آمده است، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در پی حمله دو عامل انتحاری به مسجد شیعیان در شهر هرات، دست کم 93 نفر از شیعیان به شهادت رسیده و یا مجروح شدند. ما ضمن ابراز تأسف از کشتار شیعیان در افغانستان، این حمله تروریستی را محکوم و از آن اعلام انزجار می‌کنیم. شیعه رایتس واچ در ادامه افزود: شیعیان افغانستان در طول دهه‌های متمادی هدف حملاتی مختلف قرار گرفتند و این حملات با آغاز سال 2017 میلادی افزایش یافته است، تا جایی که تنها از آغاز سال میلادی تا کنون 1700 تن از شهروندان این کشور در حملات سنی‌های تندرو جان خود را از دست دادند که بسیاری از این تعداد از اقلیت شیعیان افغانستان هستند. این بیانیه در ادامه افزود: ما ضمن محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز بر لزوم حمایت بیش از پیش از حقوق اقلیت‌هایی مانند شیعیان تأکید داریم، چرا که بیشترین نقض حقوق بشر در جهان علیه گروه‌های اقلیتی مانند شیعیان انجام می‌شود. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان همچنین در بیانیه خود با اشاره به ناامنی‌های رو به رشد در افغانستان از دولت این کشور خواسته است تا با اقدامات فوری و مؤثر وظیفه خود را در تأمین امنیت مناطق شیعه نشین انجام دهد تا از حملات تروریستی بیشتر جلوگیری شود. این سازمان حقوق بشری که نقض حقوق شیعیان را در سطح جهانی رصد می‌کند، در پایان بیانیه خود ضمن ابراز همدردی با قربانیان اقدامات تروریستی از کمیته‌های بین‌المللی خواست تا از حقوق اقلیت‌ها حمایت کنند. شایان ذکر است بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، این کشور در مقایسه با سال گذشته 12% ناامن‌تر شده که بزرگترین قربانیان این ناامنی‌ها شیعیان این کشور هستند.